علامه خواجه نصیرالدین محمد ابن حسن طوسی در روز شنبه 11 جمادی الاول 597 قمری در طوس زاده شده است، اما در نیشابور درس خوانده و بالنده شده است و در آنجا به عنوان دانشمند برجسته و مشهوری شناخته شده است. به اجبار روزگاری را در قلاع اسماعیلیان در قهستان گذرانیده، سرانجام به کشور عراق برای ادامه تحصیلات عالی و البته پیش از این اصفهان و ری مهاجرت کرده است. سرانجام در بازگشت و موضوع مشکلات تاریخ قرن هفتم ایران در قلاع اسماعیلی علموت آنجا زندگی کرده است و روزگاری را گذرانیده است. خواجه نصیرالدین طوسی در یک خاندان فقهی از تبار دانشمندان و عالمان شیعی رشد کرده است و آثار او که به شمار 224 رساله و کتاب در جهان شناخته شده است یکی از جنبه های شناختی این مرد بزرگ است. علامه خواجه نصیرالدین طوسی در 24 رشته تخصصی صاحب تحقیق و کتاب ها و آثار است. ایشان اولین دانشگاه معظم جهان را با شیوه سنت اسلامی بلخ بر پایه درآمد حکومت اسلامی در روزگاری که فرهنگ ایران بر مبنای تمدن اسلامی دوره بالندگی خودش رو گذرانده ایجاد کرد و ایشون 400 هزار جلد کتاب در این کتابخانه فراهم آورده و ایشان یکی از دانشمندان نامدار ایران و اسلام و جهان هستند که آثار ابن سینا را زنده کرده اند و شارح بزرگ آثار ریاضی، منطقی، کلامی و فلسفی جناب ابن سینا هستند. مزید بر اینها باید دو نکته را در نظر داشت. جایگاه اثرگذاری خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان حکیم حاکم در روزگار تیره و تاریکی که ایران در قرن هفتم داشت، از یک سو با حمله مغولان تاتاری و حفظ استقلال ایران از یک سو و پایان دادن به موضوعاتی که فرقه اسماعیلیان در 171 سال استقلال و اعلام حضورشون داشتن و از یک سوی دیگر در برانداختن حکومت 525 ساله خلافت عربی عباسیان و حفظ استقلال ایران در آن روزگار کار بسیار مهم و مؤثری را انجام داده است. خواجه نصیرالدین طوسی مکتب تحریر که یک مکتب دانشگاهی بازنویسی، ویرایشی و پژوهشی کتاب‌های دانشگاهی است، بنیان گذاشته است و کتاب‌های آغازین تا سطح بالای عالی دوره‌های دانشگاهی روزگار را ویرایش و تنظیم و بررسی کرده. لقب خواجه در بین حکما به خواجه نصیرالدین طوسی اطلاق شده است، آنچنان که در بین شاعران و ادیبان به حافظ شیرازی و بین حکما و فلاسفه خواجه نصیرالدین طوسی نامدار و مشتهر گردیده است. خواجه نصیرالدین طوسی پس از درگذشت در شهر بغداد در روز 18 ذی‌الحجه 672 در سن 75 سالگی به کاظمین منتقل شد و در پایین پای امامین همومین حضرت موسی بن جعفر و حضرت محمد بن علی بن جواد به خاک سپرده شد.